آنگاه آن بانو به اهل مجلس روی آورد و به همه حاضران چه مکیان و چه اهالی مدینه فرمود: شما بندگان خدایید که باید پرچمهای افراشته امرنهی او باشید و دین و وحی او را در بر گیرید و نگاهبانی کنید و امانتداران خداوند نسبت به خیش باشید و پیام رسان او بر امتهای گرداگرد خود شوید. به یادتان می آورم که رهبری الهی که بر حق است در میان شماست و پیمان که پیش از این بسته اید بر گردن تان است. صدیقه طاهره سلام الله علیها نسبت به جماعتی خشمگین بود و این خشم یک خشم عادی نبود، یک دلگیری دلچرکینی نبود، یک سخط ماندگار بود. یک پرانتز خیلی کوتاه باز کنم. جناب بلال رو میدونید به محض شهادت خاتم النبیین اینا زورشون به سلمان عجم نرسید به جهت وجاهت و مدل جایگاهی که داشت، ولی بلال رو سریع تبعید کردن، به نقلی تبعیدش کردن شام. مدینه تا شام خیلی راهه. کل دوران حیات طیبه بی بی در دنیای ظاهری بعد از شهادت خاتم النبیین هم که خب 95 روزه، روز پنجم ششم اینو تبعید کردن، چقدر تو راه بوده تا رسیده. بی بی به بستر که افتاده بودن یه روز فهمودن دلم برای اذان بلال تنگ شده، پیغام دادن از شام آمد. این تیکش معمولا گفته نمیشه، فکر کنم تو مدینه یه گوشه نشسته بود یا حصر خانگی بوده. از شام آمد و عهد کرده بود بعد از رسول خدا اذان نگه. یک روز یک مرتبه همه شنیدن صدای بلال بلند شد برای اذان، روزهای آخر عمر بی بی، و همه اهل مدینه متعجب شدن چون همه دیده بودن که روزی که دعوا شد تو مسجد بلال گفت دیگه من عهد کردم بعد از رسول خدا من اذان نخواهم گفت. سینه به سینه سوال پیچید مگه این عهد نکرده بود؟ فهمیدن به درخواست صدیقه طاهره این کار انجام شده. اذان هم تمام نشد، به نام نامی خاتم النبیین رسید، آمدن پیغام دادن بلال فاطمه از حال رفته. فضای عمومی شهر مدینه اینجوری بود، فضای به شدت ملتهب، یک فضای به شدت ملتهب بین دو هجوم، یا بعد از هجوم دوم حتی به نقلی. سه شب امیرالمومنین صدیقه طاهره رو سوار بر مرکب کرده، خودش پیاده، دست حسنین علیهم السلام رو هم گرفته. این ترکیب کیان؟ پنج تن، یکی کمه که از دنیا رفته، همونایی هن که آیه تطهیر در حقشون نازل شده و تمام اهل مدینه اینو میدونن، پنهان نیست. در خانه تمام بزرگان مهاجرین انصار رفتن سه شب، همه گفتن که آقا ما میدونیم به خدا، خدا ذلیل کنه اینا رو، چی کار کنیم؟ دستمون بسته است. من یه معامله کردم، یه عرض اختصاص دادن، الان بیام شهادت بدم اونو قطع میکنن. دو روز به من یا علی وقت بده این قصه انجام بشه. شهادت چیه؟ میام کفن میپوشم. من معذرت میخوام مثال اینجوری میزنم، برای من اینجوری، من اینجوری میفهمم. اون یکی گفت من دخترم دم بخت پسر فلانی اومده گرفته، الان اون تو اون تیمه، الان من بیام شهادت بدم این به هم میخوره، دختره رو چیکار کنم؟ اسم میاد رو دخترمون، میگن چه عیب و ایرادی داشت پسر جازه. هر کی یه لاطائلی گفت، یک ادم گفتن آقا کی کجا باشیم؟ حضرت فرمودن فردا صبح سرها رو بتراشید فلانجا باشید. به نقل سلیم، به نقل مرحوم تبرسی و دیگر کسانی که نقل کردن و مجلسی که از اسناد مختلف نقل کرده، چهار نفر بودن، سه روز چهار نفر از تمام اهل مدینه: سلمان، مقداد، ابیذر و زبیر. سه روز چهار نفر از تمام اهل مدینه از این جماعت بریده. بدونیم ما صدیقه طاهره جنسش چه جنسیه؟ جنسش جنس خداست، جنسش جنس خداست. قبله ارشیان، کعبه فرشیان، عصوه زندگی.
ای مهاجر و انصار فکر میکنید من فاطمه مقام و منزلتی پیش خدا ندارم که این طور رفتار میکنید؟ تنها تو امه یاد یاران است فدک، یاد یادآوران حماسه یاری امام غایب و نصرت صبر بر ایام انتظار است فدک. نصرت صبر بر ایام انتظار است فدک.